$1 تقدیم می کند. پایانی بر پایان. حقوق هم بر شما این است که شما پاتو کفشش نکنید. ما کار دیگه هم داریم، ما همه انرژی رو اینجا صرف نکنیم. قرار است برویم بجنگیم. که منحرف منافقین که ماندگاری خود در عرصه سیاست کشور را برباد رفته می دید، اعضای خود را که برای چنین روزی آنها را آماده کرده بود مسلح به خیابانها فرستاد. جریان نفاق همچنان به شرارت و تجاوز به حقوق مردم مشغول بود. حصر نیروهای کارآمد حکومت به منظور توقف و یا کند کردن حرکت رو به جلوی نظام اسلامی در دستور کار گروهک رجوی قرار گرفت. کوشکی، پژوهشگر مسائل سازمان مجاهدین، یافته‌های خود را در این ارتباط این گونه بیان می‌کند. یکی از اولین بمب‌گذاری‌هایی که سازمان انجام میده در مسجد ابوذر هست در ششم تیر ماه سال 1360 که آیت‌الله خامنه‌ای در اون روز به دعوت مردم و نمازگزاران مسجد ابوذر در پس از نماز ظهر و عصر مشغول سخنرانی بودند که ضبط صوتی حاوی بمب که توسط یکی از چهره‌های سازمان ظاهراً به نام جواد قدیری آماده سازی شده بود مقابل ایشون قرار داده میشه و این بمب به هر حال منفجر میشه در ششم تیر ماه سال 60 و منجر به مجروحیت از آیت الله خامنه‌ای میشه. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ششم تیر ماه 1360 آغاز جنایات سازمان یافته منافقین بود. تروری که توسط شخصی به نام قدیری اجرا شد. نماز ظهر عصر رو ایشون اقامه کردن. بعد از نماز ایشون مشغول صحبت شدن، همه نشسته بودن. در همین حال بود که یه ضبطی از بیرون دست یه نفر وارد شد. من خودم رفتم ضبط و اون روز حد چک کردن در این حد بود که تخصص ما هم در همین حد. من حتی جای باتری ضبط رو باز کردم، نوار رو در آوردم، ضبط رو روشن کردم، خاموش کردم و این حالتی که سمت چپ پایین جلوی نزدیکترین نقطه‌ای که به حضرت آقا بود قرار بود بردم سمت راست بالاترین جایی که جایگاه بود اونجا قرار دادم. نمیدونم بگم یک دقیقه نشد یا چند ثانیه شروع که بلندگو سود کشیدن و صدا کردن. خوب یادم این که آقا فرمود که بلندگو رو تنظیم کنید. به محض اینکه من دیگه صوت رو تنظیم کردم گفتم به خاطر اینکه هی صدا بالا پایین نره همونجا نشستم. طبیعت قضیه اینه، این طرف نشسته بوده تو جلسه تنظیم کرده که ایشون چطور ایستاده و اگه ضبط رو کجا بگذاره اصابت به قلب میکنه، کاملا دقیق تنظیم کرده بوده. با فاصله 7-8 متری درست روبروی آقا با جلوی جایگاه وایستاده بودم و خود من روبروی حضرت آقا درب ورودی مسجد نشست. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدانهای من یک دفعه صدای انفجار شنیدم، دیدم آقا افتاد که من سریع برگشتم، یعنی برگشتم بود به پنجره و درهای روبروی که به هوایی که تکیه انداز زده
دویدم بالا سرشون دیدم غرق خون هستش. سرمو بالا کردم دیدم که آقا همطور که ایستاده بود چرخید افتاد، یعنی جلوی من افتاد. قبقای سفید رنگی هم داشتن که من دیدم سیاه، خیلی سیاه سیاه شده بود اینجا. فهمیدم که من بم منفجر شده. دو تا صدا بچه‌هامو داشتم دادم به طرف که کمک کن آقا در ماشین. ایشون رو بلند کردیم تا نصفه‌های مسجد آوردم. دوستانی که همراه ما بودن اونا اومدن کمک کردن. کوچه خیلی کوچه باریکی بودش اینها. سوار ماشین کردیم. ماشینم که حساب داشتن تو ماشین حرکت تو به مسیر دو تا درمانگا ما داشتیم. درمانگایی بود حضرت آقا رو بردیم اونجا که به اصل اونجا کمک‌های اولیه رو برای ما انجام بدن. وقتی بردیم اینا گفتم ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. درمانگاه دوم ما کاری که کردیم تونستیم یک کپسول اکسیژن که تو همون درمانگاه یه اکسیژن و یک پرستار به همراه خودمون آوردیم. یه دهتی بود که واقعا دیگه ما بریده بودیم از نظر توان. من با مرکز تماس گرفتم که دکترایی که مثل دکتر منافی بود، دکتر زرگر بودش، دکتر شهید فیاض بخش بودش. به مرکز گفتیم اینا رو بگیم بیان بیمارستان بهارلو. موقع نهار من رفتم مجلس کار داشتم، خدا رحمت کنه دکتر لباسانی اشاره به من کرد گفت بیا. رفتم گفتش که آسد علی آقا اینجوری شده، اینجور تو مسجد عبازر زدن، الان هم تو بهارلوه. بلا فاصله من اومدم سوار و ماشین شدم. هرچی هم جرایی که دستش به کار میرفت میشناختم بلا فاصله با بیسیم خبر کردم، گفتم بیان اونجا. چون ایشون هم تو درستاد بود زانو بگم رو برای ما بودن، در نظر خود که به گوش میدن میرفتم، یعنی چشا همیجور مشخص بود دیگه، یعنی از نظر ضعف و رفتن خون. آمبولانس من درخواست کردم با توجه اینکه ما ماشین آژیل نداشتش، فقط همین بوق داشتش، اینا گفتیم بیاد کمک ما. اونجا انقدر سرعت ما زیاد بود که آمبولانس به ما نمیرسید که بیاد مثلا حالا حداقل جلوی ما آژیر بکشه مسیر برای ما باز کنه. هیچ خونی واقعا در بدن نبود، یعنی درجه ای که میخوان میگن میگن صفر. خدا شد اونجا میگن وقتی خدا میخواد کمک کنه آماده بودن اتاق عمل و تیم پزشکی بود. یک نفر از اتاق عمل کارش تموم شد و اومد بیرون. یعنی وقتی اومد بیرون حضرت آقا انگار نوبت داشته باشه نفر بعدی بخواد بره. تیمی که اونجا بودش اون زمان اون کارهای اولیه که رگ به قول من رو باید رگ گیری کنن، خون بزنن، اون کارها در بیمارستان بهارلو انجام شد. از بیمارستان بهارلو من رفتم همه کارهاش رو راستوریش کردم. دو پنج سال دیگه من تو اتاق عمل بودم و از اون اولی که اینجا رو شکافتم و برای کار رو پیشروی کردم من اونجا بودم که چقدر شاید بگم یه چیزی از اینکه 20 کیسه خون شاید بیشتر تزریق شد بهشون، چون یک اصلا خون برق نمیومد. یه سره حتی یک لحظه فشار به حد صفر رسید که من قشنگ یادمه یکی از دکترها یه دونه دستکشش هم در آورد که کشید عقب که دیگه تمومه. بعد از اون کارهایی که توی بیمارستان به عمل ایشون انجام شد، قرار شد که ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان قلب. برای انتقال ایشون دیگه هلیکوپتر خواستن. با یه هلیکوپتر برداشتم آوردم بیمارستان قلب. دوباره می‌ریزن جلوی بیمارستان قلب. مردم از این ور خون می‌دادن، واقعا خون گرم، و از اون ور تزریق می‌شد. اولین چیزی که سوال کرد فکر می‌کنیم چی بود؟ دست راستش که نمی‌نویسد، با دست چپش. اولا نوشته بود حال محافظش رو پرسید. درخواست کردن که بیاین ببینمتون، که بچه‌ها دونه دونه رفتن واسه و در رویشون باشون سلام علیک کردن. ایشون واقعا من احساس کردن، احساس راحتی کردن که محافظه زندن. ما این چنین در تاریخ دیدیم که گاهی مصائبی و مشکلاتی برای مردم پیش میاد و به دست خداست تا برای آینده مفید و نافع باشه. اگر این اتفاق نمی افتاد شاید مثلا هفتم تیر، ایشون جزو کسایی بود که در هفتمتی باید توی جلسه حزب باید شرکت میکردن.
بعد از این جرایی نم الان من خیلی شاید صحبت نشده. بعد از این همه سال اون عمق ضایع اینقدر که هنوز ترکش تو بدن ایشون هست. مردم باز بیدونن این دشمن ما، دشمن جهانی ما تو کار این انقلاب درمونه. چو یکی از دو پارم بیشتر نداره، بار سوم برای او وجود نداره. یا باید رجال این انقلاب همه را داره انقلاب بگیره که نمیشه. خواهید دید بهشتی ها درست خواهند شد و خواهند آمد، صحنه رو پر خواهند. رای دومی که برای دشمن این انقلاب وجود داره خارج کردن مردم از صحنه است. و این هم همطور که خوب تا حالا دارید ملاحظه میکنید امکان پیدا نکرده برای دشمن. دست مبارک ایشان آن روز در مسجد قربانی هوسرانی و مطامه شیطانی عروسک های شیطان گردید، هرچند که حکمت این ترور فردای آن روز مشخص گردید و به خواست خدای حکیم ایشان محفوظ ماندند. تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، سه مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله سه بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره. یکیش اینه، حالا اونی که اینجا عرض میکنم اینه. در یکی از حالات احساس کردم که دارم من میرم، یعنی دارم میمیرم، یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. و به طور خلاصه حالا در یک کلمه اگر بگم، احساس کردم که در اون حال انسان هیچ دستاویزی به جز خدا نداره، هیچ دستاویز. یعنی هر چم عمل پشت سر خودش هم داشته باشه، باز اگر تفضل الهی رو نتوانه جلب کنه و رحمت خدا رو نتونه جلب کنه، آدم خاطر جمع نیست به اون عمل. آدم شک میکنه این عمل رو با اخلاص به جا آوردم، آیا نیتم 100% خدایی بود، آیا توش شرک نبود، آیا توش ریا نبود، آیا توش ملاحظه این و اون نبود. میدونید اینجوری ها، چون ما ها خب مرکز علوبیم دیگه، واقعا همه شایبه ها در ما هست متاسفانه. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان، این احساس رو انسان داره و منقطع میشه، از همه چیز منقطع میشه. و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تایی پیامی به آیت الله خامنه ای چنین فرمودم: من به شما خامنه ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم. خدا می خواست او ذخیره انقلاب باشد و به این ترتیب ایشان را برای ما حفظ کرد. گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دانم.